خب با سلام میخواستم یه ویدیو در مورد RSI که خودم استفاده میکنم درست کنم اینکه کلا من از این RSI آی و از این نوع چیز خاصی نیست یعنی همون خط RSI فقط یه سری محدوده و یه چیزای بیشتری بهش اضافه شده خب از اون RSI من استفاده میکنم که خب قابلیت های بیشتری داره و میشه ازش خیلی بهتر نتیجه گرفت شما میتونید همینجا سرچش کنید یه هاشم آر که بنویسید این میاد اینجا و تو پرانتز وی دو نوشته خب اینو که باز کنید چیزی مثل این براتون باز میشه این خط نارنجی همون خط آر اس دوتا مووینگ روشه یه مووینگ قرمزه که ایم ای دوازده آر یه مووینگ سفیده که اس ام ای سی آر مونه حالا توضیح میدیم اول از تنظیمات شروع کنیم خب این ایندیکیتور دو تا RSI داره شما میتونید دو تا RSI روی هم بندازید یعنی چی؟ این RSI غیر نارنجی که میبینید چیه؟ پریود 14 داره لنس 14 داره اولی این اولین RSI 14 همین این چیزی که اینجاست شما میتونید دومی رو هر عددی که خواستید بذارید و اینجا تیکشو که بزنید RSI دوم رو براتون به این خط آوی نازک میکشه میتونید بیاد تو استایل و رنگش هم چیز کنید یه خود مثلا به طلا اون دیگه شخصی سازی این خط RSI دومه میبینید بعد میتونید حالا با هر کدوم اینا عدداش رو تغییر بدید حالا به چه دردی میخوره بچه که تو گروه من هستن میدونن وقتی یک واگرایی مثلا میخوایم تشخیص بدیم بین دو نقطه اگر خیلی دور بودن از هم مثلا اینجا اینجا اصلا داریم میشه گفت که داریم خب مثلا اینجا بین این دو نقطه شما میبینید که خب اینجا خیلی دوره الان مثلا این 26 جولای اینجا میاد 19 سپتامبر بین دو, دو نقطه خیلی دوره برای همین من میگم که آقا پریود آرس رو دو برابر میکنم که ببینم آیا بازم واگرایی روش هست یا نه بعد میبینیم که آره هست و بازی میشه حالا اگه باشه نه مطمئن نیستم برای همین این آر دوم به همین درد میخوره شما میتونید دوباره اینو این 28 رو ببرید 56 56 دیگه خیلی نویزاش کم میشه خطابی میبینید وقتی این وقت تو این محدوده داره بازی میکنه یعنی خونسایه میبینید کندلا رو خب این رسای دوم خودم خیلی ازش استفاده میکنم برای تشخیص چی واگرایی ها و اینکه آیا محدوده کجاست یعنی مثلا این 14 اینو میذارم 28 میبینم که آیا رسای 14 هم رفته تو بولیش کنترل زون اما رسای 28 هم نایمده اینجا چی شده مقاومت شده این تعدیه کم تره اما اینجا میبینید که اینجا وارد میشه خب اینجا شروع میکنه به رنج زدن دیگه و یک رشد دیگه این از خواص آرس آی دومه که خودم خیلی استفاده میکنم و پیشنهاد میکنم که شما هم باش عادت کنید یعنی حتما و فقط یک دونه آرس آی پریود 14 رو نبینید حتما 28 رو هم بعضی وقت نه که همش رو چارتتون باشه وقتی که مثلا واگرایی دیدید یا مثلا اگر اینجا مثلا این داستان های پیش اومد اگر مثلا اومد زیر 20 یا برفت بالای 80 آرس آی دومتون هم بندازید و که چه اتفاقی براش افتاده خیلی کمک میکنه بهتون خب مووینگ بعدی EMAه EMA12ه ای EMA 12 برای RSI مثل مقاومت و حمایت عمل میکنه اینجا شما میبینید که میاد مقاومت میشه مقاومت میشه میشکنه حالا بهش نمیرسه دوباره اینجا میشکنه مقاومت مقاومت مقاومت, مقاومت. میبینید میتونه به شما خیلی راحتتر روند RSI رو نشون بده مثلا به اینجا ها میبینید. اینجا اینجا بازی میکنه بعد میشکنه میره تو بیاریش کنترل زون مقاومت حمایتش میشه دوباره حمایتش میشه دوباره میشکنه اینجا مقاومتش میشه اینجا مقاومتش میشه <coughs> میشکنه حمایت میشه اینجا هیچ اتفاقی نمیفته اینجا حمایتش میشه یه نتیجه خوب مثلا اینجا که حمایتش میشه یه رشد اینقدری شما مثلا اینو <coughs> بر اساس همین ترید کنید ولی خب من اصلا این کارو نمی کنم من فقط برای تشخیص حمایت ها و مقاومت ها برای RSI از EMA استفاده میکنم مووینگ بعدی SMI هست SMI اینجا میتونید عوض کنید عددش رو ولی خب اینا یک چیزایی که من استفاده میکنم EMA این سفید است. این خیلی آرامتر و نرمتر حرکت میکنه چه فایده داره؟ شیبش خیلی مهمه ببینید من RSI رو اصلا میبرم این خط مووینگ RSI 30 میبینید که اینجا شیب برمیگرده تا اینجا میبینید که روند سعودیه اینجا شیب برمیگرده اینجا شیب برمیگرده میاد تا اینجا اینجا شیب میاد تا محدوده خونسا دیگه تو خونسا داره بازی میکنه وقتی تو خونسا بازی میکنه یعنی رنج یعنی کانسولیدیشن یعنی هیچ هنوز هیچ حرکتی اتفاق نیفتاده حتی این رشد که میکنه میبینید سری برمیگرده بهش. برای همین این شیب ام خیلی خیلی مهمه و میتونه به شما اصلا خط بده که RSI در چه موقعیتیه مثلا حالا RSI میندازیم اینجا MA رو میشکنه RSI شیب MA مثبت میشه و RSI میره تو بولیش کنترل زون یعنی بین 45 و 80 آره 80 بین 65 ببخشید و 80 خب میبینید که یه رشد خیلی خوبی اینجا میکنه بعدش شروع میکنه به رنج زدن یا مثلا اینجا اینجا شیب MA که مثبته داره منفی میشه. اینجا میره تو بی میاد دیگه زیر تا خط C و دیگه ریزه شروع میکنه خط SMA میتونه هم باز مقاومت و حمایت برای RSI باشه. اینجا میبینید که حالا دیگه مهم نیست چی باشه. دیگه حالا چون من اینجا توی فارکسم زیاد RSI همیشه بیشتر توی چیزه، توی محدود خنثائه. چون اینجا داره رنج میزنه مثلا اینجا میتونه ببینید حمایت و پیشنهاد میشه حتما EMA رو هم روش بندازید یعنی همزمان دوتاشو ببینید میبینید اینجا هم SMA هم EMA براش مقاومت شده و بعدش دیگه این حرکت داستان میشه اینجا هم همینطور میبینید EMA نگهش داشته اما اینجا میشکنه بعد مقاومت میشه میبینید این خیلی به درد میخوره نکته بعدیش اینه که RSI, RSI اولی حالا این نارنجی این دیفالت با این پیشورز هر وقت بالای 80 میره رنگش بنفش میشه هر وقت پایین 20 میره رنگش آبی میشه همین چیز خاصی نیست فقط برای خودم بود که ببینم دیگه با رنگ نشون بده که زیاد نرم ببینم عددش حالا چنده آیا زیرش یا بالاشه فلان زیاد چیز عجیب غریبی نیست هر وقت زیر 20 میره آبی میشه به معنای اوورسولد که اصلا کلمه خوبی نیست هیچ وقت این کلمه رو استفاده نکنید چیزی به اسم و اوورسولد وجود نداره آرس تا, ب... تا, هر چقدر که دلش بخواد میتونه این زیر 20 یا بالای 80 رنج بزنه اصلا مهم نیست مهم نه که زیاد نمیمونه خب ببینید اینجا آوربات میشه دیگه همچین مثلا تا یک ماه این بالا نمیمونه بالاخره برمیگرده اما چون میره بالا این دلیل نمیشه شما بگی آقا پس بفروش نه این دلیل کافی نیست میتونه صرفا تایید کننده چیزای دیگه تون باشه خب دیگه بکنم کامل گفتم فقط میرسیم به نرم کنندگی شما میتونید RSI تون رو نرم کنید چرا؟ چون میتونید نویزاش... رو بگیرید اما خب بعد بدونید که وقتی نرمش میکنید خاصیت در واقع واگرایی ها کمتر میشه یعنی میتونید واگرایی ها کمتر یا روش تشخیص بید مثلا وقتی یکه یعنی هیچ, هیچ نرم کنندگی نداره توی این رو بذارید روی سه وقتی میزد روی سه میبینید خیلی نرمتر میشه خیلی این نویزهایی که بالا پایین میشه کمتر میکنه خیلی بهتر به شما خط میده وقتی دیگه شیشش میذارید این بیشتر نرم دیگه قشنگ میتونید ببینید که آرس تو چه محدوده ای وجود داره میبینید و خب واگرایی ها هم میتونید اینجا تشخیص بدید اما خب تعدادش کمتر میشه دیگه یعنی اگر بخواید واگرایی رو تشخیص بدید اول بدون یک یعنی بدون نرم کنندگی هم RSI یا چیزیه و همین همینو اگر شما تو تریدینگ یو سرچ کنید RSI همین چیز کارخونه این همینه میبینید حالا یه خورده اینجوریش کنیم این هیچ فرقی با این الان نداره فقط خاصیت ها و قابلیت های بیشتری باش بهش اضافه شده یعنی میتونید به عنوان RSI پیش ورزتون اصلا از این استفاده کنید خب این از نرم کنندگی و RSI سورس منبع RSI از کجا باشه آیا از کلوز کندل ها باشه یا اینکه بیاد از های لو بگیره یعنی میانگین های و لو میانگین های لو کلوز یا میانگین کل میانگین کل کندل اوپن های اوپن های لو کلوز یعنی چی یعنی میاد RSI رو از میانگین کل یک کندل میگیره یعنی از اینجا از اینجا از اینجا و اینجا میانگین میگیره و RSI رو پل... چاپ میکنه RSI که RSI استاندارد و اون RSI که همه استفاده کنن کلوزه من خودم هم فقط کلوز استفاده می‌کنم اهمیتی برام چیز دیگه نداره اما شما میتونید از اوپن های لو کلوز استفاده کنید که یه خورده حالا تفاوتایی هم میکنه حالا به چه دردی میخوره برای تایید بیشتر باز یعنی تایید بیشتر مثلا واگرایی ها یا مثلا ورود به یک محدوده خیلی مهم یا باز برای دیدن EMA ها مقاومت ها و حمایت ها اما خب پیش چیه کلوز حالا شما میتونید همه این تنظیمات رو انجام بدید رنگ ها رو عوض کنید بعدش میتونید بیاید اینجا بزنید save از default اینو که بزنید دیگه این سیو میکنه بر شما حتی اگر این ایندیکاتور رو پاک هم بکنید و دوباره بیاید توی لیست ایندیکاتور اضافه کنید با همین تنظیماتی که سیو کردید براتون میاره دیگه نمیخواد از اول این کارو بکنه. خب حالا یه توضیح در مورد خود RSI بگم این که این محدودا بچه دردی میخورن زیر رو بیت کوین بهتره این مثلا روزانه بیت کوین یا مثلا هفتگیش بذار راحت تره خب میبینید RSI در یک مارکت بولیش در بولیش کنترل زون رنج میزنه منطقیه دیگه وقتی بولیشه یعنی بین 65 و 80 دیگه نوسان میکنه و وقتی که اصلاح میخوره میاد به محدودی خونسا اصلاح میزنه اینجا نگاه کنید اینجا هنوز بول مارکت شروع نشده RSI از محدوده بیریش رد میکنه خونسا رو وارد محدوده بولیش میشه اینجا یه خورده سخته میبینید که MA براش حمایت میشه کمکش میکنه و وارد بولیش میشه دیگه اینجا وقتی وارد بولیش کنترل زون شد یعنی این محدوده آبی دیگه هر وقت که اصلاح میزنه به پنجاه اصلاح میزنه به محدوده خونسا یعنی بین پنجاه تا پنجاه و پنج اسلام میزنه برمیگرد اسلام میزنه میبینید اینجا میشه مارکت بولیش اما وقتی بیاریش آغاز میشه از خارج میشه بین بیاریش و خونسا رنج میزنه میبینید و اینجا دیگه ریزش اصلی که نصف شد بیت کوین دیگه وارد بیاریش کنترل زون میشه یعنی محدوده خرسی آرسایی تو محدوده خرسیه اینجا وقتی میاد پایین دلیل نمیشه بگی آقا بخر نه اینجا اتفاقا داره میگه آقا مارکت ریزشیه مارکت نزولیه اصلا قدرتی وجود نداره یعنی قدرت خرسا خیلی بیشتره و اینجا میبینید که دیگه یک خونسا یک خونسا ترین حالت بیت کوین میشه دیگه میبینید اینجا اصلا رو مقیاس هفتگی اصلا رنج داره میزنه یعنی دیگه اصلا هیچ حرکت نوسانی این آخر دیگه نداره و اینجا دیگه ریزش میکنه دوباره اما اینجا برمیگرده بالای EMA اینجا برمیگرده بالای SMA اینجا برمیگرده بالای محدوده خونسا و براش حمایت میشه خونسا و برمیگرده تو بولیش کنترل زون اینجا رنج میزنه میبینید که هم EMA هم این 65 حمایت میشه دوباره برمیگرده بالا اینجا EMA براش حمایت نمیشه در حالی که مقاومت میشه این یک چراغ قرمز اولین چراغ قرمز برمیگرده حمایت میشه دوباره مقاومت EMA دومین چراغ قرمز برمیگرده به محدوده خونسا میاد بالا دوباره مقاومت میشه به SMA براش این سومین چراغ قرمز خب دیگه اینجا میگیم که آقا این رفتار مثل این رفتار نیست میبینید که اینجا SMA و EMA اصلا توی تو داخل بولیش کنترل زونن اینجا هنوز SMA وارد نشده یا کنید SMA ام و... SMA میاد که بیاد وارد بشه اما برمیگرده این تغییر رفتاره این شبیه این نیست برای همین این دوتا تا موبین خیلی به درد میخورن برای اینه اینجا وارد اینجا حمایت میشه چیزش برای بیاریش کنترل زون دوباره وارد محدود خونسا میشه EMA براش مقاومت میشه و دیگه میاد توی بیریش کنترل زون اینجا حالا دیگه معلوم نیست میخواد چیکار کنه اما نکته خیلی خوبی که داره اینه که الان هم ای ام رو شکسته هم اس و بالای خونسا یعنی اگر محدوده خونسا یعنی بین 50 تا 55 براش حمایت باشه خیلی نکته خیلی عالی حساب میشه و میتونه شیب SMA ام ای اون رو مثبت کنه و ای بیاد بالای SMA و حمایت بشه و برگرده توی بولیش کنترل زون اما هنوز این اتفاق نیافتاده دیگه تمام چیزاش رنگ ها و اینا رو میتونید تو همین اینجا به چیز کنید عوض کنید به سلیقه خودتون دیگه فکر کنم نکته باقی نمونده موفق و پیروز